اوایل بهمن ماه نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که به نگاه امنیتی و غیر کارشناسی به پژوهش های حوزه علوم اجتماعی و انسانی در ایران اعتراض داشت. نامه ای که از مسدود شدن مسیر گشایش فکر، تسلط نگاه های غیر علمی و تنگ شدن فضای تنفسی علوم انسانی و اجتماعی سخن می گفت. این نامه در عین حال خواستار پایان یافتن نگاه امنیتی به پژوهشگران دو تابعیتی در این حوزه ها هم شده بود. ظرف 10 روز بیش از 700 پژوهشگر و شخصیت علمی و دانشگاهی در ایران این اعتراض نامه را امضا کردند. در این برنامه با دو جامعه شناس که یکی از اونها از امضا کنندگان این نامه هم هست صحبت میکنیم و میپرسیم این نامه خطاب به چه نهادهایی است و امضا کنندگان به دنبال چه هستند. قرار هست که احمد بخارایی استاد جامعه شناسی و مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران از تهران به ما وصل بشه. آقای بخارایی هنوز تماسشون با ما وصل نشده، اما سعید پیوندی رو داریم، استاد جامعه شناسی در دانشگاه لورن از پاریس که به ما پیوسته. امیدوارم در ادامه برنامه بتونیم با آقای بخارایی هم صحبت بکنیم که خودش این نامه رو امضا کرده. آقای پیوندی، شما هم این اعتراض نامه رو دیدید. اعتراض ها به نگاه امنیتی به حوزه، یعنی تحقیق ها و پژوهش ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی جدید نیست، همیشه وجود داشته، اما فکر میکنید این نامه به دنبال چه هست؟ من فکر میکنم در حقیقت تناقضی که امروز جامعه ایران درش کاملا مشاهده میشه اینه که از یه طرف ما با مشکلات متعدد اجتماعی سر و کار داریم، با آسیب های بزرگ اجتماعی سر و کار داریم، و علوم انسانی و علوم اجتماعی ایران در واقع اون جایگاهی که باید ما رو به جامعه کمک بکنه که ما با این آسیب ها برخورد بکنیم، جامعهمون رو بهتر بشناسیم، در مورد چراییشون فکر بکنیم، این جایگاه رو نداره. و نداشتن این جایگاه نه به خاطر ضعف پژوهشگران یا ضعف دانشگاهست. ما اگر الان ایران رو مقایسه کنیم با 3 یا 4 سال پیش، ما 10 برابر بیشتر دانشجوی جامعه شناسی، انسان شناسی در رشته‌های مختلف داریم. ولی این ناتوانی که وجود داره در واقع شناخت جامعه، شناخت دقیق جامعه، و همینطور دیالوگی که علوم انسانی اجتماعی میتونه در جامعه ایجاد بکنه برای اینکه همه جامعه مدنی بتونه فکر کنه در مورد چرایی مشکلات، اگر این وجود نداره، پیش از هر چیز به خاطر فضاییه که به دانشگاه تحمیل شده. و این نامه به نظر من به درستی به همین فضا و این چارچوب هایی که در کمتر جایی در دنیا سابقه داره اشاره میکنن، و به نظر من این هشدار، هرچند یکم دیر ولی به هر حال هشدار مهمیه که جامعه ایران امروز شاید تلنگری باشه به مسئولین و جامعه ایران. در کشورهای اروپایی که عملا فضای علمی مستقل هست برای انجام پژوهش، در کشوری مثل کشوری که شما زندگی میکنید در فرانسه، دانشگاه ها چقدر به نهادهای دیگه حاکمیت کمک میکنند و این پژوهش های علمیشون چقدر به درد نهادهای دیگه حاکمیت میخوره برای اقداماتی که میخوان بکنن، از جمله تصمیم هایی که میخوان بگیرن؟ مشکلاتی که فرانسه مثلا باهاش درگیر بود، رادیکالیزم اسلامی که سالهای سال با اون درگیر بود، چه دانشگاه واقعا کمک کردن به نهادهای امنیتی؟ ببینید، مسئله دانشگاه ها اینه که ما دو نوع تحقیق داریم. یه نوع تحقیقات کاربردی است که به طور مشخص در پی یافتن در واقع پاسخ برای پرسش هایی که سیاستگذاری میطلبه یا سیاست مطرح میکنه، و این تحقیقات کاربردی خب بسیار گسترده‌ان، از طرف نهادهای رسمی یا نهادهای مدنی در واقع پولش داده میشه، و بنابراین این تحقیقات خیلی گسترده‌ان و خیلی هم رایج هستن. از طرف دیگه ما یه سری تحقیقات بنیادی داریم که اساساً چیزایی رو در موردش فکر میکنه که هنوز شاید در بعد کاربردی ما هنوز به ضرورتش پی نبردیم، ولی اهمیت داره که علوم انسانی اجتماعی خیلی جلوتر نگاه بکنه. مثلا در مورد مسئله که شما بهش اشاره کردید، رادیکالیسم اسلامی، اسلامگرایی در فرانسه، خب کارهای بسیار متفاوتی هست، تفاوت‌های بسیار متفاوتی هم هست، و این تفاوت‌ها در فرانسه موضوع بحث آزاده، یعنی هم کسانی که مخالف سیاست‌های دولت فرانسه در گذشته یا حال هستن، هم کسایی که تا حدود این سیاست‌ها رو تایید می‌کنن و خواستار
سختگیری بیشتر در مورد اسلام گرای هستن، همه اینها در محیط دانشگاهی حضور دارن، مقاله می نویسن، کتاب می نویسن و بحث می کنن و حکومت اون چرا که در واقع مناسب ببینه براش ازش استفاده میکنه برای سیاست گذاری خودش. ولی ابتدا باید بحثی، دانشی، شناختی وجود داشته باشه که سیاست هم بتونه از اون استفاده بکنه. مشکل ما در اگر با ایران بخوایم مقایسه بکنیم اینه که من در تماس های متعددی که با همکارانم هم دارم در نشست های علمی به طور اتفاقی، در واقع فضایی را ترسیم میکنن برای من که در اون پژوهشگر دانشجو در حال خفه شدن هستن. یعنی در واقع فشارهای مختلف امنیتی که روی اونها وجود داره، مجازاتهای پنهان و آشکاری که وجود داره برای اینکه استادانی که شاید مثل اونجوری که حکومت میخواد فکر میکنن تحت فشار باشن، ترفیع نگیرن، فرصت مطالعاتی نگیرن، برای شرکت در کنگره‌های دانشگاهی به خارج نتونن بیان. یعنی یه مجموعه از سیاست‌هایی وجود داره که کارش نظارت و تنبیه پژوهشگران و استادان رشته علوم انسانی اجتماعی و بهاشو به نظر من بیش از هر چیزی جامعه ایران داره میپردازه، به خاطر اینکه ما تقریبا بدون سلاح هستیم در مورد مشکلاتی که جامعه ما را فرا گرفته. هنوز ارتباطمون با آقای بخارایی برقرار نشده، در تلاش هستن همکارانم، اما سوال بعدی رو هم باز از شما بپرسم. یک اشاره هم به پژوهشگران دوتابعیتی شده بود در این نامه که مشکلات زیادی براشون در طول سالهای اخیر پیش اومده، به خصوص پژوهشگرانی که به ایران برمیگردن میخوان در حوزه مسائل و مشکلات و مصائب اجتماعی کار بکنن و همینطور در حوزه علوم انسانی. چقدر واقعا این اهمیت داره که اون افرادی که این پژوهش‌ها رو انجام میدن کار رو به صورت علمی انجام بدن و در عین حال آشنا باشن به اون محیط؟ فکر میکنم شما هم در یک مقالتون اشاراتی کرده بودید به کسانی که در مورد انقلاب ایران در دهه 50 و 60 تحقیق کردن، کسانی بودن که در دل جامعه بودن. فکر میکنید مشکل در زمینه مسائل دو تابعیتی ها و تحقیقاتی که اونا انجام میدن چه هست؟ ببینید، ما اگر در واقع خروج گسترده نیروهای متخصص، پژوهشگران، نخبگان ایران رو به کشورهای دیگه و رفتنشون به کشورهای دیگه رو به عنوان یک نکته منفی و یک در واقع آسیب بزرگ اجتماعی در ایران بدونیم، اینه که امروز این نیرو در کشورهای مختلف وجود داره و میتونه تکیه‌گاهی برای دانشگاه و پژوهش در ایران باشه، این دست کم امتیازیه که این مهاجرت گسترده به خارج از کشور داشته و این نیروی چند میلیونی ایرانی که در خارج از کشور هست. اما ایران به جای تکیه به این نیروی عظیم که در واقع این امکان به وجود میاره که دانشگاه‌های ما با تقریبا بخش مهمی از مراکز علمی بزرگترین کشورهای دنیا در ارتباط باشن و بیشترین بهره رو از این رابطه علمی ببرن، متاسفانه این مشکلات امنیتی که برای دو تابعیت تا پیش اومده در عمل داره این راه را مسدود میکنه. یعنی من فکر می‌کنم این استقلال عملی که دو تابعیت ها دارن به خاطر بودنشون در یک کشور دیگه و همینطور نگاه باز و سنجشگرانه‌ای که به مسائل دارن، نگاه غیر ایدئولوژیکی که خیلی به مسائل دارن، این به مزاق خیلی در ایران خوش نمیاد و برای همین هم انواع موانع رو ایجاد میکنن برای اینکه این دو تابعیت ها نتونن با دانشگاه های ایران در ارتباط باشن و تأثیر بذارن رو محیط دانشگاه ایران. البته کسایی هم هستن که در حقیقت این وسط فقط گروگان گرفته شدن، یعنی به خاطر کار تحقیقشون به طور واقعی دستگیر نشدن، همجوری که اتهام جاسوسی خوردن بعدن هم به راحتی آزاد شدن. ولی اگه از این موارد بگذریم، در سطح کلی تر میتونیم بگیم که این فشار و این برخوردی که نامناسبی که با این دوتابعیت‌ها وجود داره یکی از موانع مهم رشد علوم انسانی اجتماعی در ایرانه، برای اینکه این نیروی عظیمی که در خارج از کشور وجود داره، مراکز تحقیق، امکانات، بورس‌های در واقع تخصصی یا تمام اون چیزهایی که میتونه در اختیار دانشگاه ایران قرار بگیره، در عمل مسئولین سد میکنن و مانع از رابطه ایران با دنیای علمی میشن. و در مورد آشنایی جامعه غرب با جامعه ایران چطور؟ چون اونها به نوعی پل ارتباطی دانشگاهیان و همینطور پژوهشگران غربی با ایرانی هستند که درهاش رو خب به صورت
کامل بسته به روی پژوهشگرانی که در غرب هستند. چقدر در اون زمینه میتونن نقش ایفا کنن؟ ببینید، برای یک کسی که در حوزه علوم انسانی اجتماعی کار میکنه و موضوع کارش هم ایرانه یا به نوعی به ایران مربوط میشه، در هر حوزه‌ای بودن در خود کار میدانی و در ایران خب یه اهمیت حیاتی داره و بنابراین ارتباط با ایران میشه مثل اکسیژنیه که کمک میکنه این تحقیقات نفس بکشن و زنده باشن. و به خاطر همینم هم در واقع این شناختی که اینها از جامعه ایران دارن و بعد وقتی که میان در ایران و این بهشون کمک میکنه، چه شناخت زبانی، چه شناختی که مربوط میشه به محیط ایران، به فرهنگ ایران، به شرایط سیاسی اجتماعی ایران، همه اینا امتیازات بزرگی هستن در مقابل احتمالاً مثلا استادای غربی که ممکنه که در مورد ایران کار بکنن و یا دانشجوهای غربی که ممکنه در ایران کار بکنن. بنابراین به نظر من بودن ما در فضای ایران و کار کردن در فضای ایران نه تنها برای تحقیقات خود این دو ملیت یا یه مسئله بسیار اساسیه، بلکه این رابطه با محیط تحقیق ایران هم در واقع برای هر دو طرف یک مسئله حیاتیه. شما به کارهای مهم تحقیقی که در مورد انقلاب ایران، در مورد خیلی از آسیب‌ها، در مورد جوانان، در مورد خانواده مثلا شده خارج از کشور و به انگلیسی چاپ شده رو نگاه بکنید، از چه غنایی برخوردارن. خیلی از این کارها هیچ وقت در ایران متاسفانه منعکس نشدن، برای اینکه یا در واقع اون محققینشون مورد غضب قرار گرفتن و یا اینکه اون کارها به اون صورت در ایران معرفی نشده، در حالی که به نظر من یک بخش مهمی از دانش ما در مورد جامعه ایران هست که از طریق کارهای نزدیک با جامعه ایران انجام شدن. این رو میبایست از کسانی که این نامه رو نوشتن البته سوال بکنیم، ولی فکر میکنم شما هم شاید بتونید این رو جواب بدید. در نامه اشاره شده به مراکز پژوهشی که نهادهای قضایی، نهادهای مدنی و همینطور نهادهای دارای قدرت در ایران دارن، مثل نهاد نوشته شده قوه قضاییه و همینطور وزارت کشور. از اونا خواسته شده که واحدهای پژوهشی این نهادها بیان و با دانشگاه‌ها همکاری داشته باشند. چرا باید نهادهای موازی به این شکل برای پژوهش وجود داشته باشه؟ یا بهتر یا اینطور بپرسم، فکر می‌کنید که اتفاق تازه‌ای در جامعه ایران افتاده در فضای پژوهشی که این افراد لازم دیدن که این نامه رو بنویسن؟ من نمی‌دونم، من از این اتفاق تازه خبر ندارم، ولی اون چیزی که می‌دونم اینه که در حقیقت در سالهای گذشته مرکز تحقیقات مجلس، مرکز تحقیقات قوه قضاییه، مرکز تحقیقات شورای تشخیص مصلحت و همه اینها یه سری مراکزی بودن که به اشکال مختلف کمک میکردن به پژوهش‌های دانشگاهی، حالا یا در واقع هزینه های پژوهش‌ها رو تأمین میکردن یا پژوهشگران رو دعوت میکردن برای کارهای تحقیقی. خب با توجه به اینکه علوم انسان اجتماعی در ایران از نظر مالی بسیار در مضیقه است و بودجه تحقیقی بودجه بسیار گسترده ای نیست، مثل همه کشورهای دیگه نهادهای دولتی که از سفارشمندان‌های اصلی تحقیق هستن، یعنی در امریکا، در فرانسه، در انگلیس، در همه کشورهای دنیا نهادهای دولتی یکی از سفارشمندان‌های مهم هستن. اما در ایران یه ویژگی که وجود داره اینه که این نهادها برای خودشون، این نهادهای دولتی، یه مرکزی درست کردن، اگر خواستن از محققین استفاده میکنن و اگر نه کار خودشون رو میکنن و این بی سابقه است در مقایسه با کشورهای دیگه. آقای بخارایی هم به ما پیوستند، احمد بخارایی استاد جامعه شناسی و مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران. آقای بخارایی، ما می‌خواستیم برنامه رو با شما شروع کنیم اما متاسفانه ارتباطمون برقرار نشد. شما در اعتراض‌نامه‌ای که نوشتید صحبت از اعتراض کردید به کسانی که سد در واقع راه گردش آزاد اطلاعات و انتشار نتایج تحقیقات رو جلوش رو گرفتن، سیاست‌هاشون راه توسعه فرهنگی و گشایش فکری و ارتقاء سطح آگاهی مردم رو مسدود کرده. چه اتفاق تازه‌ای افتاده که حالا شما به فکر نوشتن این نامه افتادید؟ من سلام میکنم به شما، به آقای دکتر پیوندی و تشکر میکنم از بی بی سی که من رو دعوت کرد. ببینید، این اتفاق تازه نیفتاده، چیزی است که مثل یک گلوله برفی که جدا میکنه و تبدیل به یک بهمن میشه، الان شکل عیان‌تری پیدا کرده. ما در چند سال اخیر شاهد تنگناهای بیشتری بودیم و به طور مشخص و به طور مصداقی که عرض بکنم، وقایعی که اخیر اطلاعات شاید بیشتر
کسانی رو که اعتراض نامه رو تنظیم کردند سوق داد به این سمت که این مقدار این رو در فضای عمومی مطرح بکنن و درخواست بشه که مشارکت بشه، مشارکت کسانی که موافق هست اعتراض نامه، برای اینکه موانع کمتر بشه. مصداقی عرض میکنم، ما چندی پیش خانم دکتر میمنت حسینی چاوشی رو داشتیم که ایشون جمعیت شناس هستن، دکتر جامعه شناسی دارن، دو تابعیتی هستن، برای برگزاری برای شرکت در سمینار سالانه سالمندان به ایران دعوت شده بودن و میدونید پدیده سالمندی پدیده است که نیازمند پژوهشه. من فقط گذرا بگم، فرصت کم هست، منم دیر به شما پیوستم، امیدوارم توی فرصتی مناسب تری ما بیشتر بحث بکنیم. من به عنوان نمونه عرض میکنم پدیده سالمندی بر اساس محاسبات ما 15 سال دیگه، یعنی سال 1415، ما با چیزی حدود 22 میلیون سالمند بالای 60 سال و چیزی حدود 17 میلیون سالمند مثلا بالای 17 سال مواجهیم. خب این یک بحران، این مسئله کوچکی نیست. من دارم مثال میزنم. خانم دکتر میمنت حسینی چاوشی میان و موقع خروج ممنوع خروج میشن، حالا تحت عنوان این که بحث جمعیت هست، بحث خانواده هست، این بحث علمی است. ما نمیتونیم مباحث علمی رو نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی دیگه در حاشیه قرار بدیم. یا فرض بفرمایید خانم فریبا عادل‌خواه که ایشون هم ایرانی فرانسوی دو تابعیتی هستند که به 5 سال زندان محکوم شدن، ایشون هم تحصیل کرده جامعه شناسی. یا اخیراً آقای کامیل احمدی که تقریباً میشه گفت تحقیقات کم نظیری داشتن در حوزه زنان، در حوزه کودکان کار، در حوزه دگرباشان، که در اصل به این نحوی این پژوهشگران صدای بیواسطه قشرهای آسیب‌پذیر هستند و متاسفانه اخیراً به 8 سال زندان محکوم شدن و صرفاً صحبت این بود که و اونچه که مطرح شد علت اصلی که بحث حمایت مالی بود که مؤسسات بیرونی از این پژوهش انجام دادن. طبیعی است که پژوهش در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی که سودآور نیست به تبع باید مورد حمایت قرار بگیره. اگر در داخل حمایت نشه به تبع مؤسسات بین المللی حمایت میکنن و این یک چیز عادی و طبیعی است در دنیا، در همکاری بین دولت‌ها. و اینکه فرض بفرمایید در سطح جهانی این پژوهش‌ها شکل می‌گیره و به نفع یک دولت مستقر هستش که اگر خودش با موانع پژوهشی مواجهه، اگر خودش پژوهشگران خبره‌ای نداره یا به هر دلیل در یک نظام بوروکراتی که تقریباً کم کارآمد گرفتار شده، حالا از طریق دولت‌های دیگه کمک میشه، پژوهش میشه، اون لایه‌های پنهان جامعه مشخص‌تر میشه و در سیاست‌گذاری به کار میاد. منتها متاسفانه چه که هست در جامعه ما گاهی اوقات نگاه امنیتی میشه و این برخوردها میشه. حالا فرصت هست من در سطح خرد و میانی میخواستم از شما بپرسم، وقتی میگید که خب به هر حال باید حمایت باشه از این پژوهش‌ها، شما در نامه‌تون درخواست کردید که مشارکت کنن واحدهای پژوهشی نهادهایی مثل قوه قضاییه و وزارت کشور. واقعا فکر میکنید که اونها میتونن با پژوهش‌های مستقلی که دانشگاه ها میخوان انجام بدن، اونها میتونن کنار بیان با این مسائل؟ ببینید آقای افشار، این که حالا میتونن یا نه یک بحثه. قطعا ما در ایران به دلیل اینکه به هر حال یک نظام فرهنگی، یک بخشی از فرهنگ با سیاست پیوند خورده و اون نگاه ایدئولوژی کار رو سخت و دشوار میکنه. من شاید مثالم تلاش برای شکلگیری علوم اجتماعی اسلامی بود که در حال دانش رشته تأسیس شد، دانشجویان ارشد دکتری، ولی واقعا ما که در حوزه جامعه شناسی داریم کار میکنیم متوجه نشدیم این علوم اجتماعی اسلامی اصلا به چه معنایی میتونه باشه. یعنی ما مثلا یک جامعه شناسی داریم علمی، چیز دیگری یک جامعه شناسی داریم ایدئولوژیک، و هرچه گفتگو کردیم، تلاش کردیم که گفتگوی بیشتری داشته باشیم، عملا به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. میخوام بگم این موانع قطعا هست، منتها وجود این موانع باعث نمیشه که ما که در ایران هستیم، ما که در دانشگاه هستیم و موانع رو میبینیم، حداقل مطالبه گری نکنیم. همیشه مطالبه گری هاست که پاسخ میگه، پاسخ داده میشه. حالا در سطح میانه شما تصور بفرمایید که در یک سازمان یا نهاد مطالبه گری و کنش گرهایی است که در اون حوزه فعالیت میکنن، یا در سطح کلان باز مطالبه گری است. واقعیت قضیه این که دولت ها کم و بیش تنبل هستند، به ویژه دولت هایی که در
کشورهای کمتر توسعه یافته، به ویژه باز در کشورهای کمتر توسعه یافته ای که یک نوع نگاه کم و بیش ایدئولوژیک هستش که کار رو دشوار و دشوارتر میکنه. دشوار و دشوارتر به این معنی که ما با تهدید، حالا تهدید هم با هی دو چشم هم با هی جیمی، یعنی این که هم به لحاظ امنیتی ممکنه لیبل خورده بشه، چون خیلی از مسائل اجتماعی در حوزه تابوها قلمداد میشه، و با هی جیمی هم این که محدود میشه یک پژوهشگر. و طبیعتاً این محدودیت ها عواقب خوشایندی نداره، حالا بحث مهاجرت ها، رفتن ها اینا. حالا اگر فرصتی بود من از محدودیت ها میشتر میخواستم بپرسم چقدر این نگاه های امنیتی بر دانشگاه ها تأثیر گذاشته؟ به هر حال میدونیم که در طول چندین دهه اخیر کسانی که میخواستن مستقل عمل بکنند، اساتیدی که استقلال خودشون رو میخواستن حفظ بکنند، عملاً حذف شدند، با مشکلات زیادی مواجه شده کارشون و خیلی ها رها کردند تدریس رو و تحصیل رو و همینطور پژوهش رو. چقدر اون فضا وجود داره برای اینکه حتی در چنین جامعه‌ای به هر حال فضای مستقل پژوهش مستقل در دانشگاه ها میتونه نجات بخش باشه؟ شما به مصادیق اشاره کردید، اجازه میخوام که برای بینندگان این مصادیق رو به طور باز واضح‌تر بگم که بیشتر در جریان قرار بگیرن. ما یکی از به اصطلاح اعضای انجمن جامعه شناسی خانم دکتر میرک از دانشگاه آزاد واحد عراق اخراج شدن بعد از 25 سال کار. چی بود مسئله؟ این بود که در یک کلاس جامعه شناسی خانواده ایشون صحبت بسیار عادی رایج معمولی داشتن و اونجا کسانی که حالا حضور داشتن و با این نوع فکر بسیار معمول و رایج در جامعه شناسی مخالف بودن گزارش میدن و یک مسئله کوچک منجر به اخراج یک استاد میشه. یا خانم حاله لاجوردی که تقریبا چند هفته پیش ایشون فوت کردن، در اصل دق کردن به بیان برادرشون، اخراجی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودن. یا دکتر سعید محیط فریاد، ابراهیم توفیق، یا دکتر سعید مدنی که به واسطه پژوهش‌های اصلی که در حوزه روسبیان و اعتیاد، ببینید حوزه‌هایی که هر کسی نمیتونه ورود بکنه، با موانع متعدد در جهت گردش آزاد اطلاعات ما مواجه هستیم، به واسطه این چندین سال زندان و تبعید بودن. ببینید مصادیق زیادی است، خیلی هاشم هم ممکنه اطلاع نداشته باشن، در نقاط دوردست، در نقاط محروم، بحث دو تابعیتی ها، بحث نقاط محروم، اینها هست همه. منتها اینکه هر دولتی از جمله دولتی که در ایران مستقر هست، این رو طبیعتاً باید بدانند که سیاست گذاری ها، برنامه های توسعه رو ما میبینیم یکی پس از دیگری بیرون میاد، اما واقعاً یه انفکاک دیده میشه بین نتایج تحقیقات اجتماعی، هرچند تحقیقات اجتماعی هم خیلی اصیل نیست، خیلی گسترده نیست، چون که عرض کردم جلوتر که با تهدید و تهدید هم با هی دو چشم هم با هی تیمی مواجه هست، ولی همونقدر که نصف نیمه نتایجی بیرون میاد، در حد همون مثلا نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس عرض میکنه، همون که به اصطلاح منتشر میشه، اون هم با سیاست‌گذاری‌ها بیگانه است، یعنی یک گپ و شکاف عمیقی وجود داره. در حقیقت وظیفه ما گفتن هست، ما نگاه سیاسی نداریم، ما نگاه جامعه شناختی داریم. هر دولتی اگر به واقعیت‌های اجتماعی، به لایه‌های پنهانی که در کشورش وجود داره، زیر پوست شهرش در جریان هست، با اونها بی توجه باشه، به طبع ما آرام آرام دچار یک نوع انفکاک، یک نوع از هم گسیختگی، یک نوع شدت گرفتن بی‌اعتمادی مردم به با دولت‌ها بیش از پیش مواجه خواهیم بود و این نشونه‌های فروپاشی اجتماعی میتونه باشه. پژوهش های اجتماعی و علوم انسانی چیزی نیست که ما بتونیم ازش صرف نظر بکنیم. حالا در سطح خرد دانشجوی من میره مثلا در مورد کودک همسری تحقیق بکنه، در مورد خودکشی تحقیق بکنه، در مورد اعتیاد تحقیق بکنه، اطلاعات داده نمیشه. نمیدونم در سطح میانه بحث سازمان ها هست. هیچ وقت یک مدیری که شاید به اون نظام بوروکراتیک عادت کرده، بوروکراتیک بیمار رو عرض میکنه، طبیعتاً علاقه ای نداری که مثلا یک پژوهشگر اجتماعی بیاد در اون حوزه براش بیان بکنه که چی داره میگذره، چه اتفاقی داره میفته، خروجی اون سازمان رو زیر ذره‌بین جامعه شناختی خودش بذاره. دانشگاه های ما همینجور، از بحث گزینش و استخدام تا بحث محیط‌های پژوهشی که آلوده است، حتی همکاران خود ما، همکاران قدیمی تر که ممکنه با دنیای مثلا جدید تحقیقات و علم هم یه مقدار فاصله گرفته باشن، پروژه هایی میگیرن رانت جویانه و به دیگران واگذار میکنن. یعنی میخوام بگم ما توی گردونه معیوب، از خود من که میخوام تحقیق بکنم،
اگر این قاعده بازی رو رعایت نکنم دفع میشم من دانشگاهی در سطح میانه و دانشگاه عرض میکنم. تا در سطح کلان که انفکاک بین نتایج تحقیقات علوم اجتماعی و سیاست گذاری است، تا عدم همکاری بین ایران و دولت‌های دیگه در زمینه پژوهش‌های انسانی و اجتماعی است، تا اینکه بحث دوتابعیتی ها مطرح میشه، خب طبیعی است که یک پژوهش باید بودجه داشته باشه. مگه میشه یک پژوهش در سطح کلان در کشور بخواد اجرا بشه، استانها رو در بر بگیره، مثلا به صورت همینجوری پیش بره؟ اصلا شدنی نیست. طبیعی است که یک مؤسسه میاد حمایت میکنه. ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، وقت زیادی نداریم. میخوام آقای پیوندی رو هم در یه حدود 2 دقیقه که وقت داریم، خیلی نامتناسب شد بس به خاطر اینکه ما زودتر نتونستیم به شما وصل بشیم. آقای پیوندی، ولی فکر میکنید با همه این مشکلاتی که و تصویری که آقای بخارایی دادن، نوشتن این نامه چقدر کمک بکنه؟ من فکر میکنم نوشتن این نامه یک گام بسیار مهمی بود، برای اینکه خیلی از این حرفها رو ما در همونجوری گفتم در تماس‌های خصوصی و در کنگره‌ها از دوستانمون می‌شنیدیم، گاه‌گاه در خاطرات این یا اون دانشگاهی می‌خوندیم، ولی هیچ وقت در سطح عمومی در این ابعاد مطرح نشده بود و چنین کاری به نظر من یک گام بسیار شجاعانه‌ایه که جامعه ما بدونه که در واقع نهادی که باید وجدان جامعه باشه، نهادی که باید مرکز سنجشگری و مرکز تولید دانش برای جامعه باشه، این نهاد با چه مشکلات بزرگی روبروست و چگونه در حقیقت ما این بنبستی که در جامعه ما دیده میشه، از جمله به خاطر اینه که دانشگاه همونجوری که در کشورهای دیگه نقش خیلی مرکزی و موتور را در تحولات بازی کرده، متاسفانه نمیتونه بازی کنه به خاطر موانع ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی. همین که در دانشگاه به نظر من یه نهادی به نام حراست وجود داره، همین کافیه برای اینکه نشون بدیم که چقدر نگاه ما به دانشگاه معیوب و آقای پیوندی ممنونم از شما، وقت بیشتری نداریم. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی از پاریس با ما و احمد بخاری استاد جامعه شناسی از تهران، ممنون که به ما پیوستید و ممنون که همراه ما بودید در این برنامه. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.